بیننده های نهایت گرامی، السلام علیکم. آصف جلالی استم، گرداننده برنامه شبخند، که در 3 سال گذشته با شما بودم در خانه هایتان با بچگکا، با دخترککای چوچه، با موی سفیدای گرامی، با پیچه سفیدای محترمه بودیم و خندیدیم و گفتیم و گفته یگان لغتگویا شنفتیم. اما گپا گذشت، اما آل خواستیم. خود گفتین دی جلالی چطور در کدام دشت مانده یا چطور که آتش در داده و ای ستیج چو شد، او خالد چو شد، مثلا او نفر گیتار چو شد، چک چک چو شد و سلام علیک چو شد. سلام های خدا تقدیم تک تکتان یا یک یکتان میکنم. خرد، بزرگ، کلان، ریش سفید، موسفید، بازم تکرار نشه، سلام های ما پذیرا شوین. خواستیم یک برنامه خاص داشته باشیم، خاص به این معنا که بین دو برنامه، شبخند 3 سال قبل و شبخند هفته بعدی، که در هفته بعدی شبخند با استیج بسیار بزرگ، یگان یخچالم ده و شنگکش خواد بود، یگان خوردنیگکام خواد بود. خودم ده وقت میمان چه قبیر و بار بوده باشه، آل که با یک کوک ای تو آل سر ما. خودم وقت که نه یگان در جوس کیله، یگان در سیب، یگان ای طور گپا. خب گپ به درازا نکشه، خواستم که یادی از برنامه ها یا از مهمان های گذشته خود داشته باشم. نگوین که چی رقم یار بود، یارم یار سابق، نام سابق خراب نشوه. خواستیم که یکی یادو بود کنیم که در شروع برنامه یکی از مهمان ها یکی از سوال ها را از پیش کردم، گفتم چی چیزها را خوش دارید در غذا ها، گفته یکی جواری، شورنخود، لبو. کمی لبو گفت کلگی را خنده گرفت. خاله اوی لبویش که است، البته میگم دوست پسرش است، لبایش یک کم کمک دبلک است، از او خاطر لبو، مثل که ما یگان تارا صدا میکنم او لبو. تفلک های چوچه چوچه را که در خانه آزار میتونم اما تو یگان گپک ها. خاله لبو چیست؟ میگم یکی از تماشاچی ها لب لبو را خواهد گفت. آه لب لبو، ای لب لبو. این حال من گفتم هیچ کس شاید خندام نکده باشه، مگر میریم تصویر با هم میبینیم کی کی است، یا ای لبو چطور واقع افتاده، چی خنده گرم داره. حتما یک لقمه نان دارین در بینش. باورتون میشه جواری، یکی جواری یکی لبو، لبوی لب لبو. من میگم ای لبو کنم لب اولش ایلا کده لبوی سوا. لب لبو همه که سرخ هست. میخواستم بگم که یکی لب لبو، یکی جواری و یکی شورنخود، امی سه چیز بسیار زیاد خوشم میاد. باز دوباره برگشتیم و این مهمان ما خوب خوب خاطره کام داشت، گرچه مهمان ها بسیاری خاطرهایی که باز وقت میگفتم یگان وقت تو خجالت شده باشین، در توری یک واقعه پیش شده باشه، توری یک خاطره. اما تو از جان خود مثال میدادم، میفتم یک روز ما آمدم در ایستگاه موتر که رسیدم، میلی بس استاد شد، من دویدم از پشتش، دویدم در میزگاه که رسیدم میلی بس رفت، من خیلی قرار در یک شنگک استاد شدم، مردم سنم خنده. اینطور خاطرهای خود بسیاری سر نکرد. اما امی دختر یا مریم شریفی یا بانو شریفی گال آزرده نشه، بیز از خانما همیش سر مقال مقال میکنه، تو تمام روز همزه این حال باز میگه که ای طاقتت نمیه دیگه. خب گمش که امی مستم که جور میایم کتیشان، میریم میبینیم یا میشنویم خاطره امی مهمان ما را. پار سال آمده بودم جلسه به افغانستان و بعد از اینکه شوتینگ ها خلاص شد اون تو طرف خانه میرفتم. یک دفعه تابستان بود، بسیار گرمی کرده بودم، ام تواس آیس کریم آمد، دریور گفتم این جستاد کو، گفتم من آیس کریم میخوایم. خوی رفت موتر استاد کرد، رفت که آیس کریم بیاره بر من. ام یک دفعه من میشه که در موتر میشینم دروازهاش قلف میکنم، خاموش تصادفی بسته نکرده بودم، قلف نکرده بودم. یک دفعه کدومیم دروازه موتر رو واز کرد، حالا در آمده مر چوتو ماچ میکنه توبه. سیاسر؟ بله سیاسر بوده.
من گفت تو مرد از کالا من بخزا به تو که هست خیمه رو یک ماج بده. خوش یا سر بده خوه سیکو با خوبه که من خیلی نخیستیم خوب شد که شما پرسان کده نگیم آه والا خوبه که نیه من باز به پرسان ماج نمی کنم خوش 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 که تو بزادار ماچش کده تال داری جلالی تا سمیال یادم نرفته آه نه خودم نه خلاصه همین دروازه موتر رو واسه کرد دیگه تو خود انداخت بغل مال چی تو ماچ میکنه الان مریم جان من صدقیت شم الان مریم جان من قربان شم چقدر تو خوب کار میکنه خانه ما دمی اینجا از بیا به من بر دوستانه پختک کنم من برات بچه مزی پختک کنم هر چی که خوش داری چی میخوایی دام بچه مجرد نداشته بوده پسان خواستگار مبرامه جلالی سب کاش کمرو پرسان میکردم یادم رفت منطقه دیگه من گفتم همیشه رد ما ماچشان کردم گفتم که تشکر گفتم من اجازه ندارم که بیام خانه تان از دوستی زیاد بودم منطقه من امو لحظه به من چرا کمیشه میگفتن مردم ما هنر دوست نیستن سینما را دوست ندارن هنر پیشر دوست ندارن ولی این گپ کاملا غلط است قدر که مردم افغانستان هنر این تشویق چل ماچره که دیدی دیگه بله این تشویق که دیدم بسیار زیاد دیگه انرژی گرفتم امی تصمیم بگیرم که در سینما کوشش کنم که زیادتر فعالیت کنم تا که باشه دیگه خانم ها دیگه زن ها دیگه دختر ها تشویق شن را به سینما بیاین تا که بتونه فیلم های خوبتر بسازم به مردم هم وایش که یاد داره خود لیک الکل کنه کنه خیلی حالا خوب پرسان نکو که اگه تعریف شروع کردم تا آخر با نکو خنده که کباب ما کنیم یاران و برادران مرا یاد کنید گل سیب میار تابوت مراز چوب شمشاد کنید گل سیب میار خود گفتین جلالی اصحابش خراب شده امشب کدام چی میگن خلل دماغی برش پیدا شده نه و تر نیست یکی از مهمانای دیگه یادم آمد که یکی از هنرمندا بود آهنگ برام میخواند اینمتو من اطور یک ریاکشن دادم یا انگلیسی بازینه در زبان مام آمد گرچه یادم ندارم خود یک آلت برش دادم ات خود یک قسم گرفتم او خواندن عاشقانه بود ات یک ریاکشن دادم که یعنی کلش برای من میخوانی دینمه تینمه تناز بود که پخ خندهش گرفتم و خواندن آمان خودش هم خنده گرفت ای که کی است یا چه قسم است میبینیم در تصویر یادت بیار دورانه که با هم بوده هم بسته و هم راست ختم کاره عشق و عاشقی و من کدی شکستی یاد و پیمان بار دیگر تو بستی شکستی پیوستا دل من کردی با من تو بازی افزودی من اگر این بار دوم است یک دفعه همون مصاحبه که دیدیم این دفعه دوم است تشکر زنده باشید تشکر ببخشید اشتیاسوز شدید بیننده های عزیز بازم به گونه شبخند است میگیم خوش آمدین یک موضوع دیگر را باید یادآور شوم که در فصل های گذشته شبخند یعنی در 3 سال گذشته یک فرهنگ یا یک رسم رواج ساخت شبخند که سابق که بود در روی پرده تلویزیون از گذشته ها ایتو نبود که هر کس یک گپ خنده دارده یا گرچه در پشت صحنه هر کس میخنده هر کس مزاق میکنه سیاست مدارا با هم اونمتر یک گفتگوی داره که مثل که دوتا کراچیوان با هم داره اما در روی پرده پیش مردم بازه پت خودشانم سنگین ششتگی و نمو اگر چیز قابل ذوقش بود اگر پرسان میکدی جواب میداد در غیر از اون نی مگه هم شبخند که شد خوب شد کم کم کلگی آزاد شد مثل که آریانا جان سعیدم
یک یک دانه فکایی به اجازه تان می گفت یا شوخی تب بگویم لول می داد. یکی از فکاییاتش میشنویم. میگن که مادر کلان یک خاله متسرسفید خانه نمیفهم نواسی خود یک جای مثلا خواب بوده. شب خواب که در صبحکی وقتی که خیسته وقتی که جای زیر جمع میکنن از زیر لیافز یک گجرم برامده. گجرم دیده گفت وی کمبخت خدا نشب تا صبح مره چقدر گزیده. خب بیننده های عزیز دیدین و شاید که خندیده باشینم حتما. خب در جمع مهمان های قبلی شبخند از کشورهای همسایه هم مهمان های داشتیم، یعنی ادبای خارجی. ما خو خارج نرفتیم، این نزدیک کارم در جمع خارج حساب میکنم، گرچه از همسایه و قضیه ها تعلیم نکدیم. خو خیر بازم در گذر است، همی که در گذر است اینمیش دیگه کلان مهربانی خداوند پاک است که خوب و بد مگذرد. اما که میگن آنان که شراب را با کباب میخورد میگذرد، مفلس که در کاسه گدایی نان را تر کرده به آب میخورد میگذرد. همی که مگذرد اینمیش هم خوبش است. از جمع مهمان ها، از کشور همسایه ما، از کشور برادر ما، از تاجیکستان مهمان داشتیم. فکر می کنم اگر فراموش یا اشتباه نکنم اکا خیرالدین. آی خوب قصه اگر کامی کرد، یکی قصه است یکی قصه که مذهب تا مثل که تا تنبور و دول و یا کل یک سر باشه شنونده مزه میگیره. همی آدم هم که پوز و چنه و دان و زبان و چشم و یاش کلش متوجه هم فکایی بود، متوجه جگرخونیش و یا هم قصه کدنش، او حتما دلچسب تمام میشه. همی یک خیرالدین همراهیم ششته میریم مزار شریف. یک دوست دیگه ما هم هست، این دوستم با یه خارجی نواشنا شد. ما سر جلو هستم درایف میکنم یا با هم قصه کردم میرن. دیگه می دوستم هم یک خیرالدین در بین صحبت ها یکان دفعه میگه فامیدی پوک جان اترس اترس. یک ذره مشکوکک شد. همی دوستم گفت که ما همی پوک که میگیم کسی که بسیار محترم باشه، گرامی باشه یا این عوض قند و این ترا ما پوک برش میگیم. یه دیگه تاجیکی چی میگن خو 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 پوک صاحب. این تو یگان گپک هاست. ببینیم که ای چی گفتن یا داره، ببینیم که اکه خیرالدین چی گفتن یا داره. استاد سنگلی میگن خواه او شورت داره در همون تاجیکستان، زیاد محفیل میره و مقصد هم محفیل های وطنی را بفهمیم که شش بجای شام میره تا 11-12-1-2-3 شوه در کدام دیهات هم برای که با خلاصید مسافیدا چرا خم او برکلا بچم برکلا این طرف زدن میگه برکلا برکلا. یک روز دیگه یک جا میرم مرکه خلاص میشوه او خاندار میا برکلا نه ایجا میده میگه که استاد ببخشی ایجا افگار ای طرف زد برکلا. هر زدن افگاش میده اشاریش بخی پام پیدا کده گفته ایسون برکلا کن. آوازخانه در وطن تان حافظ میگن؟ آه حافظ میگن. خب بسیار خوب خب همه اولادای شما فرزند شما در جای پای تان پای مانده؟ مجبور یکیش. یکیش روی مجبوریت. خب دید که از پدرم چیز جور نشد بیا اگه نه با خاطر که خب من در زندگی قرض کردم وسایل گرفتم اولی ما که برم او با کی بمونه. یک بچه هم مکتب را مکتب روسی میخواد خواهی میگم که کم کم شوخای. یک روز همجا درس تیار کردی سبا در خانه برق رفت. من گفتم پیروز جان در سیمپ چند میخونی؟ گفت ما کهی میفهمم در این تاریکی من در سیمپ چند میخونم. دیگه این استادا کی باشه ولی من برم بگم یکان خواندن کنم مرا میپرسه حتما در موسیقی که کدام کرچه تالا چیزا او هیچ نم فقط مای که میگیره میخوانده. آره در دیگه جا میمان بوده گفتم بخوان گفت نفر گفته که کدام کرچ چیز گفته یک لحظه موبایل چه گرفته الو من کدام نوت میخوانم. ب
بیننده های عزیز خدا کنه خسته نشین، نه انشالله که اتر نیسته، چرا که ما لب و لواب هر برنامه را یک لقمه مثل که در دسترخانه آدم های پیسه دار که بری که یک دور از دلتان پله و ماندگی سوسنگ کش قرمه ماندگی باز یک مینه که دیگه مانده است و مینه تانگ واره سرش بالا که کفت هست بازی سن سبزی ماندگی است از او آچار بگی و از او بگی و اینه میره قمی خوب بیروبار دیگه مام اینمه تر یک شبخند ساختیم که از هر چیز یک کمک آوردیم اینجا ماندیم و حتما انشالله که خنده دار است. خب بازم فکر میکنم که باز بعض گفته های مردم هم در مورد برنامه شبخند داشتیم که از این طرف و از این طرف شنیدیم کتی دخترها که میباشی خوب سات تیر میباشی ما گفتم کلگی که دخترها باشانم تو خنده و مذاق میکنم مثل که هر کس شو در خو میترسه کس حال میگه کس نمیگه. خب ما خب میگم که خود خانما زیادتر گپ میزنه اونم یک فکایی که دایم که 18 سال دو تازن میگه در یک بندی خانه بندی بود اینمی قصه خوارکت شده الله شکیلا جانت شده که خوارک بود از خاطر که اسکرها تیر میشد باز پس پسک خواهش ده سال بعد اسکر آمد شکیلا بنت فلانی مچم نسیمه بنت فلانی ها چیگه بیاین که خلاش نیم بریم دیگه خود زن ها چیگه که خود جمع کند سوداگه که اینی بکسک و یه خود بیا که بریم خاله جان باز دیگه قصار ده بیرو میکنیم ده 18 سال هیچ خلاص نشده هنوز هم تلاش که دیگه قصار ده بیرو میکنیم. خانم ها یک ذره زیاد گپ برای گفتن داره او کس میگه شوهرش شو ده خو گپ میزد پیش دکتر آخر دکتر خارجی بردند شو تشخیص کرد گفت خب برادر امیر امی خانمش بانه که روز گپ بزنه کی شو چپ باشه روز وقت نداره از دست زن خود که گپ ده اون مجبور شو رادیوی کنه واره چالان میشه دیگه چطور کنه. حال یک امی نقشا مختلف است در شهر سابقا که بود یک ذره امی کیسه بوری مثلا بازی دادن چال دادن فریب دادن چشم یک آدم پرت کردن در چشمش خاک زدن این چیزا در مرکز یا در شهرها بود و شاید آلیام زیادتر باشه نسبت به اطراف. مردم اطراف دیگه همون صاف ساده است همونطور لور و پر همون چیزی که در دلش بود طرب دمی زبانش است. پیشتر یادآور شدم که برنامه خوب همون تاوای سرد یخ در شبخند استیزدیو که از دیگه از بالا و چراغای هفتوای فرعونی را روشن میکنند که گرمیز که عرق که چک چک و که عرق ها گله با تو پاکو که تو پاکو آل یخ اینجا پیشتر آتش هم مانده بودن دودام داشت مفتون ببر رو براد ای چای من راستی چی شد سک پوشتیرم یک گلاس چای که رفت. خب یکی از مهمان های شبخند گپ سرزی بود که گفتیم مردم اطراف چیزی که در دلش بود در زبانش آمست. امی بانو نقش گوینده تلویزیون گرفت و من یکی از بیننده ها شدم که آهنگ فرمایش میتم. امی صحنه جالبه یک بار میبینیم و باز گپ میزنیم بیار چایه. نه من گوینده تلویزیون هست و شما با من زنی خب؟ سیس خودت میمان است اگر نیمه نقش خود پدر خدا نمیتونم. خب زنگ دیو ما دیگه زنگ من اینه سن تلویزیون سیل دارم تو باشت همین نتاقه که خوشم یه که ده یک باید سلام الو سلام علیکم خوب هستی؟ سلام علیکم بفرماین خوب هستی بخ... دختر چطور هستی؟ برادر عزیز خوب هستی؟ شما چطور هستی؟ جان و جور بخیر دست پایت خوبم سلامت باشین شما خوب هستین شکر زنده باشین کی هستین تو دختر کیستی؟ مخبرم شما به تلویزیون یک زنگ زدین آخ ما میدم در تلویزیون اینم سینو سیلام داری دختر کیستی؟ نام آقای گل آقا نیست اشتباه خیلی دختر گل آقا نیستی دختر کیستی؟
خواهش چی میکنید در تلویزیون چی میکنید؟ بفرمایید کدام آهنگ فرمایشی داشته باشین برتون. خب آهنگ ما میگم ای دختر. وقت ما ضایع میشه چون برنامه ما برنامه موسیقی تفریحی است. هزار تا بیننده داره دیگه نمیشه که شما وقت ما را بگیرید. ای دختر چند ماش میتید؟ خیره بگو حالا خیره باز آهنگ ما فرمایش میتونم شما میین در تلویزیون کار میکنید چطو؟ نه خود تو ماش تا بگو خب ما شما به فکر خود ما دگر نمیشه خب خیره حالا یک قشه خب بگو خیره چقدر با تمام روز تلویزیون تانه سیل میکنیم بیننده تانه هستیم خیره مو ماش تا خب بگو درست از ما افتخار میکنیم که بیننده ما هستیم خیر برید ما یک زمزمه کنین بر ما دگر چی را بر زمزمه کنم؟ شاکو کجان زمزم کنید الا شاکو کجان قنداری را قربان الا شاکو کجان الا شاکو کجان نسواری را قربان الا شاکو اینا صحیح شد اینال خماشتا بگو بفرمایی نه اینال خیره خماشتا خب بگو اول هنگ فرمشتا خیره یه دختر هنگ خیره شما یک هزار دلار است یک هزار وی تو نمو دختر نیستی که پیشتر در تلویزیون بودی؟ امو دختر هستم مگم شما موی نیستیم که شاکو کجان آهنگ برای ما زمزمه کنید واسیما جان آزرده نشی تمثیل از خیلی خواهش میکنم میفهمم که دیگه چون برنامه هست باید هر کس از خود خوار و مادر بسیار استخوان بله بعضی اوقات مهمانای می بود که چپ فلانی تو شده و تو شده تو رفتی نی از اوجا که آمدند و تو شد و تو شد و تو شد باز تو خبر شدی یا رفتی؟ دیگه امی پیش نمی رفت یا یا نی با او تو مهمان ها مثل که یک آدم چارده سیرار داده پشتش کنی تا که برنامه خلاص می شد یک چیز از گرمی عرق می کدم یک چیز از فشار میمان که بالای ما بود اینم تو کتی اتو بازی اوقات شده که کتی اگان میمان هر دوی ما زباندار بودیم اما تفاهم کردیم و یا صحبت کردیم یا یک چیز اونو تر میمان ها دیگه الله آدم جو جو میکنه ای که بگیشه که شفتل ای که شفتل سه برگ داره که یک دانه بالا شده بازی برگه کش که شفتل افته و میخوره که یک دفعه دره او کنی بازی باز کروپا میکنه باز میرسه بازو رو سبز میکنن بیده میکنن باز در زمستان میرن برای ایوانات مندازن باز در نصف زمستان ای بیده سبز خلاص میشه باز برای می مرکب دور از مجلس ما و شما دور از رویتان بر مرکب که کای سفید پرتن نمیخوره باز یگان دیقان شوخ کی است آینک سبز میخره در چشم مرکب میوانم و کای سفید است شفتل گفته خورده میره این تو میمان که باشه که یک شفتل بگو یعنی قدر قصه کنه ای خوب اگر نه که تو یعنی قصه کنی و باز یک دفعه نه باز قصه که باز یک دفعه هم از این میمان ها از جمعشان از یکیشان خاطرات یا یگان گپ و گفتگویشان میبینی خیلی بگی یک نقش بازی کن نقش چی را ما خودت بازی کنیم؟ فیلم جانانه یاد فیلم جانانه؟ در او که دیالوگ داشتی خب فیلم گنگه ای را آدرس بازی گنگه نیستو آ؟ نه نه آ؟ سه کچ تو گنگه ایره میفهمه گفتم بیا که ما تو ها روسی کنیم بریم میگنیم امی میمان بود امی که گفتم برنامهش بسیار با سختی خلاص میشد مثلا 50 دقیقه برنامه یا یک ساعت برنامه در 2 ساعت ثبت میشد اما آدمی که گپی می بود اما 50 دقیقه برنامه در 52 دقیقه ختم خلاص برو با خیر خداحافظت ثبت تیاره آمد الله الله بیننده عزیز قربانه که تان شوم امی پیشتر راستی موضوع را یاد کردم که مردم مرا دوست داره غیر امی پیلوتا هو برادر اینمی گرد دمی آسمان میپالند که جلالی در کجا سب داره باز باز کامرمین میگه تیاره این باز چپ خود تیاره تیر شد بیرینده های نهایت گرامی یک یادآوری یا یک تشکری از مردم خود باید بکنم که تعریف از خود نمی کنم اما مردم مرا دوست دارن به خاطر که من دوستشان دارم میگه دل به دل را داره اینم تو یک موضوع گپ سر چی آمد که یک روز
همی برادرای معیوب ما مظاهره داشتند. وزیر، وکیل، قماندان، جنرال، کراچیوان، تکسیوان، هیچ کس از دمی چارایی فراری او پیش نمیماند. شما باور کنین که یک ماه آمدم اونم تو خنده کده کلش را برام ایلا کد. اوسون که تیر شدم پولیس ها دیده هر کدام ایران که یکیست که ایلا کدن واکی دید جلالی جور و خیر. این همه طور امی مهمان مرا محکم گرفت کمی خواندن ریحان کتیم بکو. ما افتم خوصه ایست باز دم آخرش یک ریحان. ما با صدای بلتون گفتم او را تو زوف زوف خنده میریم و میبینیم. ریحان سینگ اویلنمن گوشنگم از باغ بولد ریحان یپراغ اینگ یوزم باسم مایوس کویلم تاغ بولد ریحان. بخیالم جلالی صاحب در برنامه قبلی که ریحان خواند در تانم قسم خوانده بود. خب بسیار خوب ریحان. این دیگه بیخی از سوزش کی رقم یک ریحان میگه. خب میایم سر معنی شعر. میگه ریحان سینگه اویلنه من گوشنگم از باغ بولده ریحان یپراغینگه یوزم باسم مایوس کویلم تاغ بولده ریحان. ریحان اگر تو با ما باشی یا ریحان اگر تو با ما زندگی کنی زندگی مانند لبریز از شگفه های بهاری میشه. بالاخره که زنم باشی. پس دیگه متوجه بوده پیشتر ما معناش گفتم یا زن یا شوهر فرق نمیکنه. چون ریحان هم نام بچه هست هم نام دختر. چون نام یک گل است. خب اونجا باز بچه میخوانه دختر در جمع ریحان است. مشکل نیست. نه بیز و مشکل نیست. معنای بعدیش که میگن که یپراغینگه یوزم باسم مایوس کویلم تاغ بولد ریحان. ریحان اگر در آغوشم باشی قلب خزان زده مانند کوه استوار میشه. باز ما شما یه دقیقه از اینه چقدر خوبیش بوده ای بادا. بله بعضی از مهمان ها بوده که امی فکایجاتش گفتی امو یک مهمان دیگه ما در مورد یک چیز بوده. مثلا از این مهمان ما از هارن قصه میکد پیشتر راستی یک چیزه که تو افتاد اون ملخ نبود خزان از برگای درخت میریزه یکان تا دم روی کامره تیر میشه یا بگویم مگذره. این مهمان ما را ببینین که از آرند چی گونه فکایا گفته. اول شامم تو آخر شامم تو میگن شاید کونه باشه و بسا دوستای ما کسایی که شیشتن میگن من گفتم فکایی را در کدام راگ برابر میکنیم. خب کش میگم یک راگ بسازم. میگن کلام ارباب بوده. کلام ارباب بوده. خب ارباب کلام رو میفهمیم کلانتر یک منطقه یا یک جای است. میگن کلام ارباب بوده دستر زمین ها در کف پایزی خار رفته. دستر زمین ها در کف پایزی خار رفته. خواهی ارباب بسیار زیاد بتکلیف بوده زیاد هوایشم خراب بوده از پایشم خون می رفته. اما تو راجل البته از سر زمین ها دویده رفت طرف خانه. طرف خانه رفت خود چارپلاق در سر تخت انداخت. راجل مزدرک خود سرا کرد گفت که بچه‌م بیا که در کف پایم خار دارم و خار از پایم بکش. خب بزرگش آمده پیش ارباب یک سوزن گرفته آورده که همین خار از قف پای ازی بکشه. خب با مجرد که همین سوزن در قف پای ازی که چخ میکنه یا داخل میکنه یک تنگ میشه. یک تنگ میشه. یک صدای هارن میه. هارن بسیار خطرناک دیگه. یا خان ارباب هوایش فول بود هارن بزرگ. خب ارباب میگه ارباب وقتی که صدای هارن از ارباب میگه ارباب مزدرکش میگه که چی کردی بچه خاره کشی یا نکشی. بچک میگه که مزدرکش میگه ارباب سه خاره خود نکشیدیم خار گم شده اما صداش میگه. فکایی بیشتر در مورد هوای سرد گپ زدیم نه. یک فکایی یادم آمد میگن روز از روزا کدوم نفر از خانه برآمده. از خانه برآمده هوا بسیار زیاد سرد بود دیگه. اینقدر سرد که خلاصه یه آدم مثل که استیج ما واره. استیج ما شما واره. بله همینطور. از خنو کباب شد. خب این نفر از خانه برآمده هوا اینقدر سرد که بسیار آدم به تکلیف بوده.
نمی چهار اطراف خود چیزی که بوده پیچانده پتو، کمپل، نام چیزی که بوده در اطراف خود پیچانده از خانه خود برامه دمی سر سرک خود دمی سر سرک برامه یادم بسا با تکلیف شده همیشه کم از بسا تاو پیچ میخورده بسا وضعیت خراب به اگالت بسا دیگه همونطور خراب دیگه خب بسا با تکلیف بوده میخواسته که هوای خود آزاد کنه بسا خب طرف چپ راست خود نیده پشتر خود نیده خلاصه خود تیر خود آوردن به سر خود پایین انداخته یک آرند بسا خطرناک میزنم یک قبرام نیده گفت کل شعره خبر کردی این خواست که البته هدف این نفری بوده که یک آرند بزنه که کس خبر نشه اما تصادفاً قدر سوایز بلند بوده که خود آدم خودی آدم ترسید خب گفت بیا که پشتر پشتی خود ببینیم که کی است کی نیست کی سایل کرده کی خبر شد پشتر خود سایل نمی کنه میبینه که یک نفر در یک متری از ایستاده است خب اینو پرسا می این خب بسا شرم میده خود این نفر گفت برادر عزیز گفتم هوا بسا سرد نیست این نفر گفت که هوا خب بسا سرد است همون طور است که وارند دیگران این میکشه بیننده های عزیز مهمانای جوریام داشتیم در برنامه یعنی یک بانو یک بچه باز اینا همیش که می آمدن خو یک تمثیل نکنیم بعضی اوقات ما فرمایش می دادم بعض اوقات خود اونا مایل می شد که تمثیل بکنن ای چی بود دیگه باز ما وقت می فهمیدم خو نقشا چی باشه بازم مهمان بچه خو اینی دختر است ای در پارک ششتم ما ای را گپ می تومه ترست دیگه او که چی داشتن در پیش خود یا در بین خود کدام راز و نیازی که داشتن دویشان ما نمیفهمم یا شاید داشته بوده باشن نداشته بوده باشن خدا گردن مرا بسته نکنه میریم و میبینیم که چیز بوده یا نبوده ما نقش یک بچه را بازی میکنم که این دختر را دوست داری؟ این دختر را دوست دارم همیشه دوستش داشتیم به خاطرش فداکاری کردیم همیشه به خاطر از این قلب ما تپیده دختر عالیم دوست داری یا نه دیگه حالا دختر ما دوست داشتیم این دیگه حالا میگه که من فقط از تو استفاده کردیم تمام اینجا دل دادن هیچ معنایی نداره بچه ما فقط همه قدر است که کس با کس یاری نداره نه بچه ام دل بودی کتی شوشا میبرم هر کسی هر مطلب خیلی همیشه با لبخندش متوان میگرفتم بردی که کمال میگرفتم سهری که نام از او برای ما مفهوم زندگی بود سهری که تا شام کتید بود برای ببخشین لالا خدا بخشه با آلی برادر ما چطور میشه؟ آلی تو دست وقت تو از خدا نترسیدی رو گم دادی پیس های شخوردی دایه مینمت تو میامدی چشم های چراغ کم دیوار بچه برو آلی هم دماف خطا خوردی مرا بوبوی زینمت شش ساله دارم جلالی صاحب میگه منم عاشق به این دوستی پاکم بدون عشق منم یک مشت خاکم به راه عشق منم صیاد به دامت که رمز عشق ندانم دردناک الا والا که الهیش کنم تا آخر برنامه گپ میدی والا شیر گفت من از دیگه دستم در قولش انداخته بودم نه جلالی صاحب شما اشتباه کردید هیچ وقت دیگه پایز ما فریب نمیخورم که بگویم و ما باور کنم خب گفته خیر نه هیچ وقت باور نمیکنم به گپ از شما مقصد فکرت باشه هر وقت کاروسی کردی اول دوست شو بازاروس اما تو رسانی موافق هستم که جلالی چطور یعنی دوست این بازاروسی خب میگم که اول کم همو مرده که دوست داشتی باز کمرای همو آریسی که تو نیه که ناخداگاه کدام یکی چورت انداز بیای و خارج گفته آریسی کنی بری خارج که این اونجا کار کدام گزنگ زدگی را سر بخوری تو کنه در نیم ساد یک ماچ نتانه
من هیچ نمیخوام. اول داماد بیبی نه اترام دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا؟ آیا کس نمیتونه بدون من زندگی کنه؟ از بوبویت که تو کاک است. از بیبیت که که بابیت چور که تو کاک هستی. خود سابقه بود دیگه. خود سابقه و آلنگاه نداره. داره چطور نه فرق داره. سابقه هنوز تا 30 ساله که میرسه دیلا یک زن به شوهر میرسیدنه. مرد که تا 22 میشد بعد 24 از کریر خلاص میکرد. بعد از اون میگفت اینا برای عروسی آماده شد. اگر نه پیش از 22 مردم در جمع زن میرفت. حال این می کسایی که از کریر نکد عروسی میکنه یا کل شردیش زن میباشه. تا که از کاری نکده نگیریش. خب؟ نه جلسه فقط از مگم کارم است. خب بگی چیز بگنی. نه نه شوخی کدام بفهم همکار هستین، دو دوست خوب هستین در بینتان، دو همکار خوب هستین. این اما یک شوخی بود یک مذاق بود. این حال باز هم اگر میگیرین یکی دیگر حال ما چی در بین کباب استخوان باشه؟ نه؟ آی بیننده عزیز، خاطرات مهمانای قبلی یا 3 سال گذشته که بود بسیاری خاطرات به فایده مردم تمام شده بود، اما ایتر یگان خاطران بود که بسیار نقص کردن یا پولشان یک رقم شده یا به جانشان کدام صدمه رسیده که یکی از مهمانا سعی کنین که پیسیش چقدر گم شده. خودش دمو سیل و تماشا و داد و گرفت و تا و بالا یک وقت که سیل میکنه که یک رو پده دخل نمانده. دخل هم نیم و ترمه ای که پاش میتن. یک محفل عروسی استیم یکی از آسان ها میخوانه خو سالون بسیار کلان است و این مردم بسیار خرابات. خب هر آنگه که کسی رخص میگنی یا پیسه میگیرم خود رواج از زبان پیسه میارن سر کیبورد میدن. خب این پیسه رو آسان میگیره پیش سر یک مکسر که ساوند ست میشه رو سر از این میمانه پولیزی یک آدم استاد است یک نوازنده است نامش نمیگیریم. خب این استاد است تصادف که در جریان مستی موسیقی دیم و آخر سالون جنگ شد. جنگ شد که 5 دقیقه جنگ دوام کرد سگ این پیسه گم شد. عزیزه. عزیزه پیسه جنگ دوجه. جنگ دوجه است که چیز حالا جنگ شد نیجه بردش تو که. بلا برا خوب شد نام تا نگرم. خب بیننده های عزیز مهمان ها داشتیم جالب جالب آدم بسیار آرام عاجز از چهرهش که از دور ببینی فکر میکنی که زیر پای از این مرچه آزار نمیافه اما وقتی که صحبت میکرد که خود مرا خنده میداد. یکی از مهمان های یکی از فکاهیات گفته تنها کلی ملامتی خانم ها سر من نیست مهمان ها مینم تو بود وام هرچی میگفتم خاله میرا میگفتم ایوزه بگو یک خانم قیج بود امرو بگو یک مرد قیج بود هر چی که شلام شد آخرم و کار دل خدا کرد و ببینه یک زن چشمایش قیج بود. آها اینطور چه رقم؟ یک حرکت ها چشمایش قیج بود. شوهر ازی آمد یک دو دانه تربوز برزی آورد این زن که دید سعی کرد خدا کار خودش چهار تا تربوز چرا آوردی؟ دوتا را چهار تا میدید. خوی مردکه چیز نگفت سبایش باز چهار تا تربوز آورد. چهار تا تربوز که گفت هشت تا تربوز که گفت را بیار مردکه صاحبش خراب شد خیلی که یکی دیگه ایره زد گفت در کار خدا شد ولی خودت که میزنی رفیق چرا مرا میزنن. بیننده های نهایت گرامی فکر میکنم آهسته آهسته در آخرای برنامه پا مگذاریم و ناگزیر با دیدن امی تصویر یا کلپ شما را به خداوند یکتا و بینیاز امانت میکنم. یک زخمی را آوردن در شفاخانه. خوش یک چهار پنج نفرم که تزیه هست هلا تذکره انداختن بردن بعد دکتر گفت چی کرده سعی گفت دگه سوخته سب دگه سوخته گفت دست دکتر بانا میکنه که سه جای میده پایش بالا میکنه که از چهار پنج جای میده قبلهای تار تار سبین تا استخوانش معلوم میشه او بدره چی کده؟ صاحبی ده گه سوخته او اکسیژن دان از دادان بدر تو سه روز از مریض که تیر شد کم واری با اوش آمد ایره پرسان که دکتر او بدر که فهمتره چی کده این مردم آخو میگه تو ده گه سوختی آسه من گفت ده گه سوخته مرا کده بیل گل کدن. بچکک از پدر خود پرسان کرد که پدرمی فرق بین حادثه و مصیبت چی هسته؟
حادثه و مصیبت بچه ایم گفت که باش که ما خیلی یک مثال برد بگویم که بفهمی همین مادر کلان تو که بیبیت میشه و مادر خانم میشه این مثال میره 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 تراب دک چام افته این هم یک حادثه است گفت یک حادثه است این کسی که میکشه نجاتش میرسه و جور میشه پس در خانم هم این یک مصیبت است دستات تاریخ تفتیش آمد خوش گرم هستی نمیفهمی خنده نکامد استاد تاریخ هست و آمد تفتیش سعی کرد و نظارت کرد استاد تان چیز گفت تاریخ هست بچیم بخی گفت سعی گفت بگو بچیم که دروازی خیبر یکی شکستان استاد به قرآن اگه مشکستان نباشم اینه به مو خدا اگه مشکستان نباشم نه بچیم تو خونه شکستان دی کی شکستان به قرآن اگه من خبر باشم به قرآن اگه من خبر باشم اگه مشکستان نباشم استاد گفت چی رقم وضعیت است؟ چی رقم درس دادن است شما؟ چی رقم درس میدن؟ تفتیش صاحب گفت شما زنیم شاگرده که عاجز عاجز مخیستان دین من زمان حتی میره میکنم که اونه اشکستان نگفت اینه اصاب تفتیش خراب شد رفت اداره پیش مدیر چی رقم اداره است؟ چی رقم نظم است؟ چی رقم دسپلین است؟ میرم شاگرد شاگرده میخیستانم پرسان میکنم دروازی خیبره کیشکستان میگه من اشکستان دیم معلم پرسون میگه پشتی از شاگرد میکنه که ما زمان وزیر میکنیم نه اشکستان ده کل می راپور گفت نشته میگه میرم راست سر میز وزیر مندازم بفهمه که دیگه مکتب زناق زیدا تفتیش گرفت بهتر گفت خیر است گفت دیگه سر پشت از این مسائل نگرد بی رقم است رقم است بسیار که میگه ما پنج 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 کل شاگردا جمع میکنیم هم دروازه را جور میکنیم گفت